دلار از سال 97 تا سال 1401 900% رشد داشته و دقیقاً درآمد شرکت‌های مثل فولاد مبارکه دقیقاً 900% رشد داشتن. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97 4000 میلیارد تومان سود داره، سال گذشته 108000 میلیارد تومان سود داشت و یک سود وحشتناک. یعنی دقیقاً قیمت ارز، یعنی اون قیمت ارز نیمایی و تلگرامی، اون ارز تلگرامی دقیقاً ضرب میشد در قیمت کالاهایی که آبش، برقش، حمل و نقلش، کارگرش همه با قیمت عادی بود. اما به اصطلاح قیمت ها به این ترتیب رفت بالا و متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم. حالا چرا دولت با اینا مقابله نمی کنه؟ چون اینا دیگه الان خیلی بزرگ شدن، هر کدوم شدن که دست می زنی به یه جایی وصلن. یعنی مثلا به یه مجموعه دست می زنی، می بینی که ببخشید ما یکم با هم صریح صحبت کنیم چون واقعا یه معضل امروز کشور ماست. یه مجموعه رو دست می زنی، می بینی مثلا بانک ملی برمی گرد. یه مجموعه رو دست می زنی، به صندوق بازنشستگان برمی گرد. یه مجموعه رو روش دست میذاری، به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برمیگرده. یه مجموعه بنیاد مستضعفان برمیگرده. بعد به هر کدومم که میگه آقا شما چرا این کارو میکنید، مثلا دولت میخواد به اینا فشار بیاره که آقا تو حق نداری محصولت رو با این قیمت بفروشی، که حالا اینجاشو بعدن عرض میکنم دیگه، خیلی صحبتم طولانی شد، بلافاصله از اون اهرم‌های فشاری که دارن در برابر سیاست‌های دولت می‌ایستن و عملاً دولته که عقب نشینی می‌کنه. بعد اون قیمت‌ها میاد تو خودرو، قیمت خودرو رو بالا می‌بره. چرا قیمت خودرو اینقدر گرون شد؟ علتش چیه؟ خودروسازان خیلی حرف ناربطی نمی‌زنن، حرفشون درسته. میگن چطور ورق فولادی رو که به ما میدید 900% رشد کرده، مواد پتروشیمی که به ما میدید 900% رشد کرده، بعد به منی که دارم با اون مواد پتروشیمی و اون برق مثلا پژو تولید میکنم به من میگی تو باید 20% گرون بکنی. فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم هست، مواد اولیش هم داخلیست. از این شرکت های بزرگ اینجوری ما داریم تعدادی، شرکت بزرگ پردرآمد با مواد اولیه داخلی، این قیمت محصول خودش رو با دلار تلگرامی، همین دلارهای جعلی، این قیمت‌های جعلی دلار که هدایت میشه از طرف دشمن، با او تطبیق میکنه. چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیت میدید؟ چرا برای ریال رقیب رو تقویت میکنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال رو تقویت نکنیم در داخل.